سلام شهریار حکیمی هستم. رویداد سامر اسلام 2024 برگزار شد. چقدرم جذاب بود سامر اسلام 2024. رویدادی که شاید خیلیمون انتظار داشتیم بعد از رسلمینا تبدیل به جذاب تن رویداد این چند وقت بشه و واقعا همین شکلی هم بود. همین اول هم بگم توی کنفرانس خبریه بعد از این رویداد تیری پلش به صورت غیر رسمی تایید کرد که سامر اسلام دیگه احتمالا از سال دیگه توی دو شب برگزار میشه و میتونیم بگیم که این رسلمنیای های تابستونی و دقیقا داره کمپانی به رسمیت میشناسه و سامر اسلام داره به این سبب میره که تو دو شب برگزار بشه سامر اسلم 2024 ثابت کرد که چقدر مشکارت خوبی میتونه داشته باشه سامر اسلام و همین شکلی هم بود این رویداد ثابت کرد که تیریپلش از تغییرات نمیترسه چهار تا تغییر توی کمربندها دیدیم البته تقریبا میتونیم بگیم همش هم حدس میزنیم چون خیلی داشت دیگه زمانش فرا رسیده بود ولی اتفاقاتی که توی سامر اسلم افتاد باعث شد که یه سری فیوده جدید شکل بگیره و میتونیم بگیم که برنامه چند ماه آینده کمپانی تا قبل از روتورسلمنیای بعدی یعنی تا قبل از رویال رامل 2025 اغرام مشخص شد من این اول بهتون بگم که تمرکز این ویدیو چون من میخوام خیلی هم کم بشه نمیخوام اصلا زیاد صحبت کنم روی ست تا مسابقه آخره فقط من خیلی مختصر مسابقه قبلش عبور کنم خب همونطور که گفتم 4 تا تغییر کمربند دیدیم مثلا توی بخش زنان نایا جکسو دیدیم که برنده شد و اون طرف اینترکاندینانتل رو دیدیم که بران بریکر بود واقعا فوقلاده است بران بریکر احتمالا میدونید که پسر روک استاینر و برادرزاده اسکال استاینر کسایی که توی دبلیبلی بودن اسکال استاینر یه ذره معروفتر بود جفتشون به عنوان یه تکتیم هم بودن که اون تکتیمه وارد حالا فیمه دبلیوی هم شد جفتشون یعنی به تالار مشاهل دبلیوی رسیدن که که مسیری که تیک کرده فوقلاده است از انکستی اومد تقریبا دو سالی توی انکستی بود توی خود انکستی هم رانای خیلی قوی داشت و الان اومده یه جورایی شاید خیلی رو اوایل ورود براک لازنر به بندازه نه به اون هیجان نه به اون داغی براک چون براک که واقعا به باور بسیاری بهترین شروع رو داشته توی تاریخ دبلبلی ولی خب یه سری چیزاش ما رو داره یاد اون جوانی های براک لزنه میندازه واقعا فوقلاده است دیگه زمانش بود که قهرمان بشه و من خیلی خوشحالم که مثلا اناوینی مثل اینترکاندینانتال داره دوباره به اون سطح خوبش برمیگرده واقعا شاید بگیم که گونتر اونو به یه سطح فوقلادهی رسوند و این سطح ادامه داره سمیزه این تونست کم و بیش ادامه بده و الان هم که برام بریکر قهرمان شد در طرف دیگه بالاخره یونایتد استیتز از لوگنپال گرفته شد و الینایت هم سرانجام به اولین عنوانش توی دبلیو رسید الینایتی که توی یکی دو سال اخیر خیلی سر و صدا کرده خیلی تونسته طرفدار واسه خودش جمع کنه مسابقه های زیادی داده حتی توی مین ایونت های چند تا روی دادن بود و بالاخره تونست قهرمان یونایتد استیت بشه لوگن واقعا توی رینگ فوق العاده اینو دیگه فکر کنم به همه مسابقه چیره همون هم بتونیم اینو بگیم ولی واقعیت اینه که یه کشتیگیر پاره وقته پارت و کسی که نمیشه در بولم مدت روش حساب کرد و خیلی میگفتم بعد حتی زودتر از اینا این عنوان ازش میگرفتم فکر کنم کلا یکی دو تا دفعه از یونایتد استیت داشت آره یه ذره مدترش طولانی شد خیلی میگن دیگه واقعا کسل کننده شده ببینیم که دوران الایت با یونایتد استیت به چه شکلی پیش میره برسیم به جاجمنده چون دو تا از مسابقه ها رسما دیگه به جاج معبور مجبور میشدن و دیگه جاج در تامورسام 2024 اصلا پاشیده شد یکی همون مسابقه اول شروع بود که ریا رپلی و لیف مورگن با هم مسابقه دادن که آخرش دیگه مشخص شد دامنیک رفت پیش لیف مورگن و این خودش مثلا یه شروعی بر پایان جاجمندهی بود که دیگه دامنیک از ریا رپلی جدا شد ولی چیزی که میخوام بهش اشاره بکنم اون مسابقه گونتر با دیمن پریست بود مسابقه دیگه بلر رسما وارد شد باعث شد که گونتر برنده بشه و دیگه شرایط طوری پیش رفت که میدونیم دیمن پریست مقابل فیلم رو قرار میگیره قرار یه فیود جدید اینا رو ببینیم حالا باید ببینیم بقیه اعضای جاجمنده به چه شکلی پیش میرن آیا دیمن پریست دوباره برمیگرده سر قهرمانی آیا دوباره میتونه یه ران داشته باشه فیلم چی که دیگه واقعا وقتش شده دیگه دیگه چند سال اصلا بشه تایتل ران قوی ندادن حتی بهش تایتل شات های درست حسابی هم ندادن و دیگه وقتش شده از طرف دیگه مسیری که الان واسه بران بریکر میبینیم گونتر کسی که از چند سال قبل شروع کرده و دقیقا گونتر یه مثالیه که دبلیلی میخواد کسی که از NXT شروع کرده اون موقع NXT UK NXT انگلیس اومده بالا اومده تو پرفومنس سنتر دبلیلی به بهترین شکل کسی که اگه یادتون خیلی گنده بود اضافه وزن داشت به بهترین شکل خودش رو تونسته به یه وزن ایدئال برسونه فیت بشه چقدر توی پرومو بهتر شده میدونم خیلی و حتی میگن داخلی رنگی شاید کسل کننده باشه ولی واقعیت اگه از اون اول نگاه کنید توی 5 سال اخیر گونتر العاده پیشرفت کرده و میشد انتظار داشت بعد از اون ران تاریخی که تو اینترکانتیننتال داشت میشد انتظار داشت که یه روز هم قهرمان میشه حالا باید ببینیم رانش روی ولهویویت به چه شکلی پیش میره شاید در حال حاضر مدعی جدی به نظر نرسه که بیاد گونتر رو بزنه و با توجه به مسیری که گونتر تا الان سپری کرده شاید هم به این زوری ازش ولهویویت رو نگیرم خودم به شخص دوستم اون فیود دیمین پریست و فیلم بله رو ببینم و اگر دوست داشته باشم یکی در ادامه بیاد و بتونه یه ران قهرمانی با ول داشته باشه البته میگم بعد از اینکه چند ماه گونتر قهرمان بود احتمالا باید فیلم بله روشه میرسیم به مسابقه که من یه ویدیو جدا هم واسه درست کرده بودم درو مکینتر سی ام پانک داورم سترالینز بود خب ببینید این اولین مسابقه سی ام پانک بله از تقریبا ده سال در ای بود اولین مسابقه تک نفرش یعنی اگه رویال رامبل رو حساب نکنیم دارک مچه رو حساب نکنیم این اولین مسابقهش بود که بیننده هایی که توی ورزشگاه نیستن یعنی دارن مثلا از پیکاک میبینن مثل ما میرن دانلود میکنن از جای مختلف میبینن این اولین مسابقه تک به تک سیمپانک بود ما از سی ام پانکی که دیگه پرایمش و اوجش رو سپری کرده چه انتظاری داریم سی ام پانک خوب بود خیلی بهتر رویال امبل بود تونست خیلی از که میخواست رو بزنه تا جای ممکن سوتی یا باچ کم داد یا اصلا شاید بگیم نداد ولی خب واقعیت این که با توجه به سنش مسابقه طولانی نمیتونه داشته باشه واقعا از یه جایی به بعد میبینیم داره خسته میشه و اینو توی همین مسابقه هم دیدیم در حالی که مثلا درو مکینتاری شاید واقعا ده دقیقه یه رو به دیگه میتونست به این مسابقه ادامه بده ولی مثلا سیمپانگ واقعا خسته شروع بود اگر میدید یه جوی بود. اصلا داشت نفس نفس میزد ولی مسابقه مسابقه خوبی بود مسابقه ای بود که نشون داد که این فیود ادامه داره و استوری لاین این مسابقه خیلی جذابه و اصلا به این شکل هم بود این استوری لاین که ما هیچ مسابقه ای نمیدیدیم و استوری لاین سری پروما و یه اتفاق میرفت ولی یه سری نکات جالب داشت که تو این مسابقه برگشت به خود سی ام پانک مثلا اون موقع چطوری درو مکاینتایر باخ اصلا چطوری اومدی این بول تو از دست داد خب حواسش پرد شد سمت سی ام پانک رفت بره پیش اون رفت بهش مثلا بی احترامی کنه و اینطوری سی ام پانک زده شد یا من روش کش کرد یه جوری هم الان اون دستبندی که اسم همسر و اسم سگ سی ام پانک روش نوشته شده درو گرفته بود بعد سیم پس گرفت تو این مسابقه بعد یه کلیمور خورد از درو مکینتر افتاد زمین بعدش دید روی دست سترالینزه و انگار حواسش پرد شد حواسش پرد شد که به دستمنده رو بگیره و همینم دیگه میشه گفت که پایانی بود برای این مسابقه و درو مکینتر تونست برنده بشه و دوره دستمنده هم بگیره یعنی میخوام بگم چیزی که مثلا خودش به درو مکینتای میگفت که تو حواست پرت میشه باید روی موزه اصلی تمرکز کنی استوری لاین به یه طریقی پیش رفت که خود سی ام پانک هم حواسش پرت شد و از طرف دیگه مثلا اون اتفاقی که توی کلشت کسل افتاد و اون شماره رو نزد واسه درو مکینتای که به اون داور سی ام پانک اومده بود توی مسابقه انگار چندباری خیلی دوست داشتم اون اشاره کنم مثلا سترالینز دیر میشمرد سنترالیست خیلی آروم میشمرد و مثلا سیمپانک ام پانک ادعا میکرد که میتونست این سریعتر بشمره یه جمع بهش گفت و باید سریعتر بشمره که با هم درگیر شدن با سنترالیست یعنی من میخوام بگم که خیلی دوست داشتن نویسنده یه طوری به ما القا کنن که همه چیزهایی که به درو مکینتای این مدت میگفت و بلایی که سرش می آورد توی این مسابقه انگار سر خور سی اومد و وقتی هم که سی پانک بازنده شد و درو برنده شد اگر دقت میکردید مایکل کل همینو گفت که من دوست ندارم اینو بگم ولی سی ام پانک خودش باعث باخت خودش شد و خودش هزینه این مسابقه رو داد ادامه میتونه چه شکلی باشه فیود با درو مکینتر تموم نشد و احتمالا توی بد بلاد ما دوباره اینا رو با هم ببینیم هلین سل شاید مسابقه بدن استیل مسابقه بدن ما قطعا درو مکینتر سی ام پانک رو میبینیم ولی خب اگه طرفی فیود سی ام پانک با سترالینز زای داختر شد و من همونطور که تو ویدیو قبلی بهتون گفتم اول و آخر این استوریلاین لاین به سمت سی ام پانک و سترالینز میره و شاید چیزی که میخواستن توی رسلمنیا قبلی برگزار کنن یعنی مسابقه سی ام پانک و سترالینز بالاخره به رسلمنیا بکشه و این استوریلاین لاین بعد از این که جورو ازش خارج بشه یه جورایی بیاد و با روتو تو رسلمنیا یکی بشه عجیم بشه و در آخرم توی رسلمنیا سی ام و سترالینز رو ببینیم و در آخر برسیم به مسابقه کودی روز و سولو سکووا که مسابقهش مثل رسلمنیا و قوانین بلادلاین بود خودمونی میشه که همه میتونن به همو بزنن دیسکالیفیکیشن نداره بلادلاین میتونه به دخالت کنه ببینید مسابقه یه جو رسلمنیایی داشت جو رسلمنیای چهل و من از این بابت میگم اون و داشت که کمپانی دقیقا انگار داستان رسلمنیا چهل و آورده بود تو سامر 2024 ولی خب این جوش با اینکه ما رو یاد رسلمنیا مینداخت ولی خب خیلی پایین تر بود یعنی از لحاظ مثلا هیجان قطعا کودی رودز و رومن رینز در یه لول و سطح متفاوتی با کودی و سولو قرار میگیرند ولی روند مسابقه دقیقا انگار همون بود کودی سلو با هم میزنن بلادلاین میاد بلادلاین ورژه جدید مثل جکو فاتو میان میخوان کمک سلو کنن نمیتونن توی رسلمنیا ما دیدیم که جان و آندرتیکر اومدن سمت کودی حالا اینجا خیلی به صورت کنایه وار رومن رینز برگشت رومن رینز برگشت خیلی من دیدم که دارن میگن که جمعیت حاضر تو کلیولند که خود دبلیو دول اعلام بالا بالای 57000 نفر بودن خیلی میگن اونطور که باید از رومن رینز استقبال نکردم اما چیزی که ما دیدیم و حتی میتونید توی خود یوتیوب دبلی دبلی مشاهده کنید استقبال خوب بود و من میخوام اینو بهتون بگم که رومن رینز که زمانی خیلی واقعا ازش متنفر بودن میگفتن که کمپانی میخواد هر جور شده تو رو به چهره اولین این کمپانی تبدیل کنه میگفتن تو نمیتونی پرومو بری میگفتن که تو توی رینگ خوب نمیتونی کار کنی تو اصلا نمیتونی اون جوا هیجان مورد نظر رو به وجود بیاری ولی الان رومن رینز کسی که میتونیم بگیم یکی یک از محبوب ترین هیل های تاریخ دبلیو شد نشون داد که بعد از اون ران تاریخیش به چه سطحی رسیده خیلی ها بعد از شکست رومن رینز توی رسلمینیا ناراحت شدن میگفتن که کمپانی یه قدم رفت عقبتر و میگفتن که کمپانی الان بیشتر از هر زمان دیگه به رومن رینز نیاز داره و ما اینو توی برگشت رومن رینز دیدیم زمانی که آماده میشد اسپیر بزنه ما میدیدیم که تماشاگرها چه جوی به وجود آوردن و اینجا دقیقا جایی بود که ما میتونستیم به مسیر پیشرفت رومن رینز توجه کنیم و دقیقا درک کنیم که این شخصیت ایه شخصیتی که واقعا مردم بدشون میومد به یکی تبدیل شده که خیلی ها به عنوان نجات دهنده دبلیولی بهش نگاه میکنن و نه تنها میگن که چهره اصلی کمپانی اینه بلکه میگن کمپانی حتی بهش نیاز داره رومن ریز برگشت با تمی هم برگشت که توی رسلمنیا دیدیم خیلی شاید اون تمسانگ اصلی هرافت تیبل رو دوست داشتن ولی رومن برگشت روی لباسش نوشته بود OTC یعنی Original Tribal Chief رئیس قبیله واقعی رئیس قبیله اورجینال و این یه تنهی به سلوه که خودش رو رئیس قبیله جدید نامیده بود یعنی من میخوام بهتون بگم که داستان داره این شکلی شروع میشه که همون اول ورود شما میبینیم که این داره خودش رو تثبیت میکنه به عنوان رئیس قبیله بعدیش میاد اگر دقت کنید اون سوپرمن پانچ که میخواست بزنه یه لحظه خم شد به سمت کودی دوربینم خیلی خوب یه لحظه چرخید ولی بعد اومد سوپرمن پانچ رو به سولو زد بعد از اینکه اسپیل هم زد کارش با سولو تموم شد حتی تو آخر مسابقه هم که کودی رودز برد دیدیم که به چه شکلی به کودی نگاه میکرد وقتی رومن نیست برگشت شاید خیلی همون یه چیزی تو ذوقمون خورد این بود که مثلا ما عادت داشتیم همیشه رومن این رو با کمربند یا کمربندهای دبلیولی ببینیم ولی الان که مثلا خالی اومد شاید یه ذره مثلا چیشمون عادت نکرده بود ولی هم خیلی خوب داستانش رو با سولو پیش برد داستانی که قطعا میدونیم تا سه سریز ادامه داره داستانی که میدونیم که میخواد به یه مچ بین بلادلاین قدیم و بلادلاین جدید منجر بشه ولی یه نیم نگاهی هم به کودی رولز داشت آینده کمپانی مشخص نیست مثل سال پیش شاید خیلی چیزا تغییر کنه ولی خب چیزی که ما میدونیم رومن نیست بعد از اینکه کارش با بلادلاین تموم میشه اول و آخر سر کمربند میاد و چه میدونم شاید دوباره یک کودی رودز و رومن رینز شاید قسمت سومش هم حتی شاهد باشیم در مجموع سامرستان 2024 خیلی جذاب بود حتما من توی کانال تلگرام به صورت کامل اونو میذارم امیدوارم هم از این ویدیو راضی باشید ویدیو قبلی هم تماشا بکنید اگر نظری داشتید حتما می توی کامنت ها واسه من بنویسید پس بریم بریم در ادامه دبلیلی چی میشد تا یه ویدیو دیگه